میخوام تجارت الکترونیک کار کنم. کجا کارم رو گسترش بدم؟ واتساپ هست، اینستا هست، فیسبوک هست، یوتیوب هست، تلگرام هست، شایدم نیست. از کجا بدونم که کدومش بهتره و تو کدومش باید کار انجام بدم؟ انتخاب پلتفرم یکی از مهمترین کارهایی که باید انجام بدی، چون قرار تمرکزتو تو فروش، توی ارتباط سازی و تمام جنبه‌های کار اونجا بذاری. خیلی مهمه. سلام، رضا اسیرزاده هستم. خوش اومدید به قسمت 11. در این قسمت میخوام بهتون بگم که اگه دارید تجارت آنلاین انجام میدید، کدوم پلتفرم برای شما بهتره که توی اون تجارتتون رو ببرید جلو. پس با من همراه باشید. سوال اول اینه که بدونی مشتری‌ها و مخاطبات کیا هستن؟ اون افرادی که قرار از اونا نتیجه ایجاد بشه، اونا کیا هستن؟ زمانی که بدونی، انتخابت راحت‌تر میشه و میتونی به راحتی متوجه بشی که اونا تو کدوم پلتفرما بیشتر هستن. مثلا اگر بخوای بلاگری ساده انجام بدی، خب خیلی گزینه‌ها روبروت حذف میشه. شما دیگه تو لینکدین قرار نیست کار بکنی. مثلا توی گزینه‌هایی که میتونی کار کنی، اینستا هست، مثلا یوتیوب هست، یا آپارات، یا خیلی دیگه. اما گزینه بعدی که باید بهش توجه بکنی اینه که اون برنامه، اون پلتفرم نصب راحت داشته باشه، پشتیبانی داشته باشه، خیلی با موبایلتون، با نرم افزارش، با گوشیتون یا با لپتاپتون سازگار باشه، قابل ارتقا باشه، قابل سئو باشه. از همه مهمتر یعنی چی؟ یعنی مثلا مثل اینستا هشتگ بخوره، مثل یوتیوب، یا مثل مکانهایی که هشتگ گذاری داره، یا در واقع میتونه رو بحث سئوش کار کرد. زمانی که پلتفرمتون رو انتخاب کردید، به شدت پیشنهاد میکنم که تمرکز زیاد بذارید روش. نکته اساسی اینجاست که قرار نیست شما توی 10 تا پلتفرم روش کنید. شما قرار روی همون یکی تمرکز 100% بذارید. نکته بعدی اینه که به هیچ وجه خودتون رو با افراد کهنه کار در اون پلتفرم ها مقایسه نکنید. متوجه هستم که روزهای اول ممکنه هیچ مخاطبی نداشته باشید و ممکنه براتون سخت باشه که کسی شما رو نبینه، اما کافیه که استمرار داشته باشید. افراد فارغ از اینکه شما چند تا دنبال کننده دارید، اگر محتوای ارزشمندی رو داشته باشید، شما رو دنبال خواهند کرد. اصلا نگاه نمی‌کنن که شما چقدر معروفید. اگر محتواتون ارزشمند باشه، اگر هدفتون خدمت کردن باشه، بالاخره به اون نتیجه که می‌خواید میرسید و فقط باید استمرار و اقدام داشته باشید و خسته نشید. اگر این ویدیو مفید بود، حتما به دوستاتون پیشنهادش بدید. متشکرم از همراهیتون. تو قسمت بعد حتما همراه شما خواهم بود.